این رو فردوسی میگه، ملت ایران میگه، میگه ناپسند رو برای دشمنانت هم نمیتونی بخواهی، جهان رو باید ماننده تن خویش شمرد، باید دوست داشت مردم رو، باید راست بود، رو راست بود با مردم. دیگر گفت کوشش ز اندازه بیش، چه گویی که از این دو کدام است پیش؟ اگر کسی از هموطنان گرامی براستی این سروده رو بشناسید، اگر برداشتی دارید از این سروده که میتونه راهگشای این ملت باشه، یک ساعت شعر بیشتر نیست هموطنان گرامی. ولی پیام خردمندانه و پیام انسانی که در این یک خط سروده فردوسی و در این یک خط از تاریخ این سرزمین هست، هموطنان گرامی، کمتر در کتابی میبینید و کمتر از دهان کسی میشنوید. ببینیم چه پاسخی به این میده. میپرسن که کوشش از اعتدال از اندازه بهتر هست؟ چقدر باید کوشید؟ چقدر باید رد و بند کرد؟ آسمون رو به زمین دوخت؟ چقدر؟ چقدر باید کار کرد؟ چقدر باید رشد اقتصادی کرد که با سر یه ملت رو کوبید زمین؟ کسانی که متوجه سخن من میشید، چقدر باید گروه به قلابی نشون داد و یک ملت رو و یک مملکت رو و جهان رو با مشکلات روبرو کرد؟ چقدر؟ براستی اگر جهان به سخن خردمندانه ملت ایران و دانش ملت ایران گوش بده، راستی که از این مصیبت جهانی رها میشه. دیگر گفت کوشش ز اندازه بیش، چه گویی که از این دو کدام است پیش؟ چنین داد پاسخ که اندر خرد جز اندیشه چیزی نه اندر خورد. بیاندیشید، میگه اگر خردمند هستید، اگر میخواهید که یک جامعه رو بنیان بذارید که ملتی در آرامش و آسایش زندگی کنه و یک اقتصاد سالم برای اون ملت و اون ملیت فراهم کنید، باید بدین گونه عمل کنید که آیا کوشش ز اندازه بیش کدام بهتر هست؟ اعتدال یا کوشش؟ کوشش بی حد و مرز، کدام یک؟ آیا گروه نانستاپ گروه بهتر هست؟ آیا رشد اقتصادیه به قول معروف در شرایط کلاسیک هست؟ این سخنی که من میگم، نه شرایط قلابی که به وجود میاریم براش، نه دادن آمار نادرست و ارقام نادرست به قول معروف بازارهای بورس جهانی، نه، واقعیت رو میگه. میگه اگر ملتی شب و روز بذارن بکوبن، هی ماشین درست کنیم، هی مصنوعات فلان درست کنیم، این دوست یا اعتدال؟ پاسخ رو گوش بدید. بکوشی چو در پیش کار آیدن. ببینید هموطنان گرامی، خرد ملی ملت ایران هست، میگه اگر نیاز به کار بود باید کار کرد، به اندازه ای باید کار کرد، به اندازه ای باید تولید کرد که رفع نیاز یک ملت و یک ملیت رو بکنه.
تو خواهی که رنجی به بار آیدت؟ مگه میخوای در به در بشی؟ مگه میخوای هستی تو از دست بدی؟ مگه میخوای شبان روز کار کنی؟ سهام بخری؟ سهامی که 5 دلار نمیارزه 2000 دلار بخری؟ با کلمه سقوط کنی و از کسانی بخرن که قدرت مالی دارن و تو تقاض به قول معروف تمام ادامه حیات نداری اگر نخروشی؟ این خرد ملت ایران هست. هموطنان گرامی، برای این من برسته دردم میاد از این مصیبتی که برای ما ملت خردمند و دانشمند و به قول معروف توانا و دلاور جهان به وجود آوردن و خودمون هم به قول معروف دامن میزنیم به این. من روی سخنم با بچه های چنگیز و بچه های نمیدونم غجرها و بچه های نادرقلی و اینا هست در این رابطه. فکر میکنید که رستی؟ گوش به سخن من بدید. شما به سرزمینی اومدید و قوانین عقب مانده خودتون رو آوردید. بچه های محمد تازی ننگین آمدید و این سخن رو از سرزمین من به دور کردید و این شیوه اندیشه ملت ایران رو از ایران به دور کردید و مزخرفات تازینامه خودتون رو برقرار کردید در این سرزمین. کشتید، خواهد کردید، تجاوز کردید، اتباع شهوت کردید با بچه نوزاد. خرد ملی رو از این سرزمین بیرون کردید. بچه های تیمور لنگ، شما ایدئولوژی ننگین خودتون رو به این سرزمین آوردید. بچه های چنگیز مغول، شما ایدئولوژی و شیوه افکار مغولی و بربری رو به این سرزمین آوردید. بچه های نادرقلی افشار، گوش بدید به سخن خردمندانه ملت ایران. در ایران، ایران متفاوت هست براستی با دیگر کشورهای جهان. من از همین که یک کشور چند ملیتی رو میدونم چند فرهنگی باشه من اشکالی باهاش ندارم. من بچه ها و بازماندگان محمد تازی رو براستی اگر دست از نجاجت و دست از چه میگن پدر سوختگی بردارن، به اندازه برادر خودم، به اندازه بچه های کروش دوست خواهم داشت. زیرا فرزندان این سرزمین هستی جبران، همچنین بچه های چنگیز مغول، همچنین دیگرانی که با این با شمشیر به این سرزمین اومدید و هژمونی فرهنگی خودتون رو برقرار کردید. سخن من رو، سخن فرهنگ من رو گوش بدید. تنها کشوری که در جهان براستی موجودیت نداره که من انتقاد کردم به فردوسی گرامی، چو ایران مباشر تن من بابا. ایران هست، ولی ایرانی کجاست؟ ایرانی کسی هست که این سخن رو بفهمه. کجا هست کسی که این سخن رو بفهمه؟ تنها کشوری در جهان که براستی ملت خودش رو نداره، ملیتش رو نداره، حساب و کتاب نداره، فرهنگ نداره، ادبیات نداره، تاریخ نداره، دلاوری نداره، سرخلندی نداره، تو کشور ایران کشور دیگری نیست جناب فردوسی.